در چند روز اخیر نحوه لباس پوشیدن متین ستوده بازیگر در مراسم نمایش فیلم مسخره باز با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. این واکنش‌ها توجهات را بیش از حد متوجه ظاهر این بازیگر کرد و در نهایت منجر به احضار او به دادگاه شد. گزارش سمیرا قرایی، خبرنگار رادیو فردا از پراگ. پوشش متین ستوده در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیاری روبرو شد، از جمله از سوی رسانه‌های حکومتی، و سرانجام روز چهارشنبه 24 مهر خانم ستوده به دادسرای ارشاد احضار شد. اونطور که خبرگزاری‌ها در داخل ایران اطلاع دادند، خانم ستوده بعد از اینکه به دادسرا رفته با قرار کفالت آزاد شده. همزمان متین ستوده عکس‌هایی رو که از این مراسم در اینستاگرام خودش منتشر کرده بود اونها رو حذف کرد و بعد یک متنی رو منتشر کرد که در اون متن عنوان شده بود که از همه هموطنان و خانواده محترم شهدا بابت آنچه که سوء استفاده برخی شبکه‌های معاند خوانده در این نوشته عذرخواهی کرد. در واقع بابت پوششش متین ستوده عذرخواهی کرد از خانواده شهدا. پیش از این هم اعلام کرده بود که من در تضاد با شرایط جامعه لباس نپوشیدم، لباس هم پوشیده است، موهای من هم مانند دفعات قبل بوده. این رو هم تاکید کرده بود. اما به رغم همه این گفته ها و اظهارات خود خانم ستوده، در بخش 23 از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برنامه پخش شد. مواضع انتقادی رئیس و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در خبرگزاری تسنیم باستا پیدا کرد و باعث شد که خبر برسه که وزیر ارشاد احتمالاً در آینده نزدیک به مجلس احضار خواهد شد. روز چهارشنبه 24 مهر مدیر روابط عمومی سازمان سینمای ایران هم با تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگو انجام داد و گفت دستورالعملی آماده شده و بر اساس اون تمامی برگزار کنندگان برنامه سینمایی متحد میشن که یک چارچوبهایی رو بذارن برای پوشش بازیگران خودش در برنامه‌های نظیر این، یعنی برنامه‌های نمایش فیلم‌ها در سینماهای ایران. به هر حال پوشش خانم ستوده تا امروز واکنش‌های بسیار شدیدی داشته و بعد دید که بعد از این مراسم اکران فیلم‌ها، اکران اول فیلم‌ها چطور برگزار خواهد شد.